الو ارژنگ، چه عجب گوشی تو خودت جواب دادی، کجایی بابا؟ رویا که پیشت نیست. الو سلام ارژن جان، خوبی آبجی؟ من سر کارم دیگه داشتم کم کم جمع میکردم برم خونه. نه رویا پیشم نیست، چطور مگه؟ سلام داداش گلم، خب خدا رو شکر میتونم دیگه راحت همه حرفام بزنم. میگم ارژنگ داداشم حقوق این ماهتو گرفتی؟ آره مرجان جان، 2 روز پیش حقوقمو گرفتم. خدا رو شکر، ایشالله که همیشه جیبت پر پول باشه. میگم یک و دیویست داری قرض بدی؟ خواهر گلم، مرجانم، تو که میدونی من قسط دارم، قسط میدم. تا حالا 10 بار ازم پول قرض گرفتی، گفتی 1 ماه 2 ماه دیگه پس میدم، 1 بارم پس ندادی خواهرم. حالا منم نباید این حرف رو بزنم، ولی تو به عنوان برادر من، یعنی نمیخوای 1 بار دست تو جیبت بکنی؟ ببین من که فردا میرم گوشوارم میفروشم و قرضای قبلی رو میدم. من پول با منت نمیخوام، ولی من این پول برای خودم نمیخواستم. تو 1 بار میپرسی پدر و مادرت دارن چیکار میکنن، حالشون خوبه، خوشحالن، خوشحال نیستن، اصلا برات مهم نیستش که. باشه باشه، اصلا ببین من پول نمیخوام که، اصلا من اصلا برای خودم نمیخواستم. فکر کنم من غرورم بذارم زیر پا بیام از تو پول بخوام. آره حالا خودتو برای من لوس نکن، کسی از تو پول نخواست، گوشوارم میفروشم، سریعم گوشوارم میندازه وسط. من از تو پول خواستم، دارم میگم اونا رو گرفتی، الان من خودم دارم قسط میدم. بعدش هم مامان و بابا که من هر روز دارم باهاشون صحبت میکنم، حالشون خوبه، مشکلی ندارم. مگه چشونه؟ وضع جسمانیشون که معلومه خوبه، ولی از لحاظ روحی داغونن. این بیچاره‌ها پول کم داشتن، اصلا این ماه گوش نخریدن بزن توی یخچال، ولی انقدر با شخصیت بودن 1 بار به تو نگفتن. البته گفتن ها، گفتن اگه بگیم این ارژنگ بدون اجازه زنش آب نمیخوره، بعد از زنش اجازه بگیره که زنش هم قبول نمیکنه به ما پول بده. آره این حرفا زده شد، ولی واقعا هم حق داشتن دیگه. این بیچاره ها تو این وضع بد و فلان، اینو تو به جای اینکه هر روز گوشت و مرغ بخری، خود بیا یخچالشون رو پر کنی، بیا یه پولی بزنی به حساب من که اونا نفهمن، به من بگین پول بهشون بدن. اینجوری داری برخورد میکنی؟ این حرفای زشتیه که ارژن بدون اجازه زنش آب نمیخوره. اصلا زشتی که این حرفا به ذهن مامان و بابا بیاد. والا من خودم اقتدار مردونه دارم، هر جا لازم باشه، اصلا نیاز به مشورت با زنم نیست، خودم برای خانمیدم هر چقدر پول باشه پرداخت میکنم. مرسی داداش گلم، میدونستم که انقدر مهربونی، همیشه به فکر خانوادتی. پس من شماره حساب رو برات میفرستم، تا فردا واریز کن دیگه، خود ماما اینام نفهمن و ببین غرورشون شکسته میشه. آره آفرین عزیزم، تو همیشه باید اولویتت خانواده خودت باشه، بعد زن تو چیزای دیگه، چون شما جوانی میتونی بسازی، ولی بنده خداها پیرن. آفرین، اگه از من خواستی پول بدی بزن همو به حساب من، اونا نفهمن، غرورشون شکسته میشه، غرورشون خیلی مهمه. قربونت برم، الان همین الان شماره حساب برات میفرستم. باشه باشه مرجان جان، خواهر گلم، من خودم عقلم میرسه که بهشون نگم، که به روشون نیارم که اونا ناراحت نشن. باشه آره، شماره حسابو بفرست. نه بهشونم اصلا نمیگم، خیالت راحت، شماره حساب بفرست براشون، فردا صبح پولو واریز میکنم. قربانت، خدافظ. الو سحر، پول سفر جور شد، سریع اکیپو جمع کن هفته دیگه کیش. قربونت، داداشم تو فهمید میخوام برم سفر، گفتش که حتما پولو میزنم به حساب تو، اصلا نباید ناراحت بشی. آره قربونت برم، سریع اکیپو جمع کن هفته دیگه کیشیم. قربونت برم عزیزم، خدافظ.